سرنوشت یوزپلنگ آسیایی در دست ایرانیان. در حدود 2000 سال پیش یوزها در اکثر نقاط آسیا حضور داشتند، اما الان فقط در مناطقی از ایران از جمله در خراسان شمالی دیده شدند. ایران هم منطقه حفاظت شده برای یوز آسیایی احداث کرده. تعدادی از محیط‌بانان استان سالهاست بر اساس گزارش‌هایی که از مردم منطقه دریافت کردند به دنبال نشانه ای از یوز پلنگ آسیایی در میان دشت جاجر می‌گردند. در سال 82 بالاخره برای لحظاتی هم که شده توسط این محیط‌بانان یوز پلنگ آسیایی برای نخستین بار در میان دشت مشاهده و عزم مسئولان نیز برای حفظ و حراست از یوز پلنگ بیشتر شد. با تلاشی که انجام شد در سال 1382 یوز صورت مستند ازش فیلم برداری شد که سه قلاده بودن که در نهایت اول مستند وجود یوز در این منطقه به تصویر کشیده شد. این درون‌های تله‌ای است که ما داخل منطقه کار گذاشتیم. اخیراً هم ما چند تا تصویر از یوز داشتیم در نقاط مختلف. و امروز پناهگاه 85000 هکتاری حیات وحش میاندش جاجر که بهترین زیستگاه آهو و یوز پلنگ به شمار میره شاهد یک تحول خوب است. یوز پلنگی که بازسازی شده در این منطقه به صورت نیمه اسارت با هدف آموزشی، تفرجی و تحقیقاتی ایجاد شده و برنامه آینده هم اینه که زمینه تکثیر یوز پلنگ به صورت کاملا طبیعی در منطقه ایجاد بشه. امروز دیدن یوز پلنگ ایرانی در شرایط نیمه اسارت در منطقه میاندشت جاجر کار سختی نیست. بفرمایید از اینکه یک یوز امروز از نزدیک دیدی چه احساسی داری؟ حقیقتا احساس خوبی دارم و برام خیلی جالبه. جز سرمایه های کشورمونه در واقع. واقعا حیوان قشنگیه، خیلی جذاب، واقعا دیدنیه. در میاندش جاجر به عنوان یکی از 7 منطقه دارای یوز پلنگ آسیایی سرنوشت این حیوان در خطر انقراض در دست ایرانیان قرار گرفته است. امروز ما به لحاظ وجود تنها 120 قلاده یوز پلنگ در دنیا که همه آنها در ایران است، می توانیم یوز پلنگ آسیایی را به جرأت یوز پلنگ ایرانی بنامیم.